بیشتر صحبت میکنیم با خود فهد آریا، قهرمان مبارزات آزاد. فهد جان خوش آمدی. سلام، عرض ادب خدمت شما همکاران عزیزتان و بیننده های عزیز تلویزیون جهانی طلوع نیوز. خدا کنه که در هر گوشه جهان و افغانستان هستند جور صحتمند سر حال باشند. سپاس، سلام به شما. ابتدا میشه در مورد این مسابقات که چند پیش در هند برگزار شده بود و خود تانسته که حریف نیپالیت را شکست بدی، در مورد این بیشتر صحبت کن که چگونه هماهنگی شده بود و چطور خودت انتخاب شدی به این مسابقات. بله، هر سال همه ساله یکی دو بار سازمان های بین المللی فعالیت دارن، مسابقات ها را برگزار میکنند که سال 2017 هم میمان شما بودم که خوشبختانه او کپ و کمربند قهرمانی را به مسابقه مرکزی گذاشته بودند که خوشبختانه حریف خود شکست داد، حریف هندی بود. این سال هم 26مین دور مسابقات مبارزات آزاد چیفسی یا هوشارافو در کشور هندوستان بین 4 کشور برگزار شده بود که خوشبختانه به نمایندگی از افغانستان جای خوشبختی و خوشی است که مسابقه ما در این مسابقات باز سر کپ، البته سر مسابقه مرکزی بود، کپ گذاشته بودم به جای کمربند چون سال قبل کمربند بود و خوشبختانه این بار با حریف نیپالی روبرو شده بودم که حریف نیپالی دارای 9 مسابقه آماتور و 3 مسابقه حرفه‌ای، 3 ریکارد در کارنامه ورزشیش از ریکارد حرفه‌ای داشت که تانستم در وزن 77 کیلوگرم حریف خود در راوند اول دقیقه 2 توسط سب میشن تسلیمش کردم. بسیار خب، سطح مسابقات که برگزار میشه چیونه است و ای که خودت تانست حریفت را شکست بتی، تنها یک حریف داشتی در این مسابقات یا نه چندین حریف داشتی؟ دقیقا سوال خوبی است. قسمی که به هموطنهای عزیز ما و ورزشکارا کمیته ملی المپیک افغانستان در جریان هستند، ورزش ما یک ورزش سازمانی است که سازمان هایی را برگزار میکنه و قانون مسابقاتی است که مسابقه های آماتور چندین حریف ها می داشته باشد، چون در یک وزن چندین ورزشکاری که می باشند یا مسابقه میکنند تا بالاخره در اولی و دومی سیمی می رسند و مسابقه های پروفشنال حرفه‌ای قانونش در دنیا ای است که یک حریف می باشد، چلنجی برگزار می شه و یک حریف شکست می تی قهرمان می شی و کسی که شکست می خوره او در اصل نمی آید. مسابقه آزاد البته ما حریفم از نیپال بود که دارای 3 ریکارد و 9 مسابقه آماتور داشت، 9 مسابقه آماتور که با چندین حریف ها، البته که شاید بیشتر از 17 مسابقه زیاد کرده باشه که حریف های مختلف که با این روبرو شدم که خوشبختانه به دعای مردم عزیز خود تانستم یه حریف به شکل بسیار خوب و فنی با حرکت سب میشن تسلیمش بکنم و یه حریفم آنقدر اعتماد به نفس بود که ما و زمانی که رو سب میشن بسته کردم از به گلوش این مقاومت کرد تا زمانی که زوف بکنه حتی تپاوت نکرد. او سب میشنی را که ما گرفتم در سازمان های UFC جهان فایترهای قوی جهانی را که میگیرن، شما باور بکنین که و زمانی که میگیره او 7 ثانیه وقت داره، وقتی که 7 ثانیه حریف تسلیم نشه زوف میکنه، سرش فشار میاد، رگای عصب ایجا قید میشه و زوف میکنه و اینقدر اعتماد به نفس بود که حتی تسلیم نشد، تپاوت نکرد تا زمانی که زوف کرد ریفری آمد داخل، ریفری سر مسابقه دید که او دولت زوفیت از دستاش به زمین ای تو به حال است، مرا صدا کرد که مسابقه را اعلام بکو دیگه. باز از جای خود خیستم و برنده ما اعلان شدم. البته باز هم میگم که این جای خوشبختی است و یک افتخار بزرگ است که به نمایندگی از افغانستان با کشورهای قوی که او کشورها به واقعیت که به تمامش از نگاه اقتصاد، از نگاه امکانات، از تمام امکانات و برخوردار هستند نسبت به افغانستان، باز هم ما به هر نقاطی که نقاط افغانستانی که زندگی میکنیم، چون ما در ولایت بغلان در اوج کلبداری میکنم، تمرینات ما در ولایت بغلان میکنم و با وصفی که امکانات نسبت به مرکز کمتر است، باز هم با زحمات زیادی را که متقابل میشیم، با دعای مردم عزیز خود، با تشویق رسانه های محترم که همیشه وقت
طریق رسانه جهانی طلو و طلو نیوز تشویق شدیم، حمایت شدیم. نه تنها ما بلکه تمام ورزشکارای افغانستان استعدادها مورد تشویق قرار گرفته شده، این افتخار نصیب ملت خود ساختیم. سپاس آقای احمد فوداری از حضورتان در طلو نیوز. سلامت باشین، تشکر.